پنجمین جلسه محاکمه حمید نوری از دشخیمان قتل عام 67 در سوئد. قسمت دوم، گزیده ای از سخنان وکلای مدافع همراه با مکالمات قاضی با ترجمه مترجمان رسمی در دادگاه، 20 اوت 2021، 29 مرداد 1400. ما وکالت جمعه که بخواد داریم نقطه اتهام اتیت هستش که فکر بازماندن مجاهدین بودن و نقطه اتهام دو چپی ها بودن. ما میگیم حمید نوری شرکت داشته در اعدام طرفداران مجاهدین که تو بند چهار که توضیح ارتکاب جرمه من بند چهاره. شماره 3 رو اشتراک میکنیم. شماره یک رو نسل مرندی اشکر به نمنن انگام تیل نسل الله اشکر مجید حسین که مقاله 183 و مختار شرابم محمد میمنه مهدی حجی نجاب و اون ماده 3 هست سید محمد دیه برنجا سانکی اونو بعدن میگم اینو در این مورد بعدن صحبتش میکنم. من برای 4 تا شاکی وکیل هستم. علی اکبر مندلی، محمد زم، خدیجه برهانی، حسین سید احمدی. همه این ها از هواداران یا اعضای مجاهدین خلق هستند. خدیجه برهانی برادر خودش را از دست داده، سید محمد حسین برهانی رو که شماره 8 که اینا ماده 3 کنسه 5 در مورد 1 ماده 1982 حسین سید احمدی، یکی برادر محسن سید احمدی رو اساس داده که فیلیس شماره 10 هست. خود محمد زنسی گوهر دشت زندانی بوده ولی تونسته که جان سالمت بپره ولی برادرش شدازن تو از دست داده. توی به افتحارا در نقیده این که ما با داستان وقتی که توضیح داده که به چه صورتی این مفاید باقی داده اینها را با هم قبول میکنیم و خیلی قشن داستان اینها را توضیح دادن. در مورد این درگیری مسلحانه یان پرسنر میگه که صفحه 5 توی این اصلاح نظری که کرده توی پروتوکوله این چیز رو نمیشه. حالا که یک شرایط پیش میاد که آیا این بین المللی هست و اینکه غیر بین المللی هست و
درگیری مسلحانه بین الملل یا غیر بین المللی هست، باید این رو فقط روی اون فکت ها باید تصمیم بگیرن. یعنی این چیز که به انگلیس میگن underground، یعنی فکت ها و اینکه کسنه و افراد دیگه این نمیتونستن که مدارد زیادی رو داشته باشن و اینکه اون منابعی که داشتن زیاد قابل اعتماد نیست. مثلا میتونه بگه که مثلا ارتفیدی ها رو اسم ببره که متاسفانه منبعی نیست که قابل اعتماد باشه. خیلی اطلاعاتی که اونجا هست البته درست هست، مشکل این هستش که هر کسی که بخواد هر چیزی رو میتونه توی اون بنویسه. درجه اول مهم هست که این رو بهش اشاره بکنید که درگیری مسلحانه بین رژیم ایران و مجاهدین خلق این در هر حال موقع شروع میشه در جلوی 1981 شروع میشه. اون موقع بوده که رژیم این سازمان رو قدقن کرد و اون کسانی که تظاهرات میکردن اینا رو به پولیس شریک میپستن و زندانی میکردن، شکنجه میدادن و اعدام میکردن اعضا و هواداران مجاهدین خلق را. این رژیم بود که جنگ را در با مهاجرین شروع کرد نه برعکس. مجاهدین خلق اون موقع تصمیم گرفتن که از خودشون دفاع کنن و با اسلحه در دست. این چیزایی که داستان که برفر نشون داد که شش تا اسلحه دستوری مسلحانه در هفته با رژیم داشته از سال 81 به بعد، یه چیزی که جفری روبرتسون هم اون میگه. وقتی که عراق اجازه داد که در عراق اجازه داد که مجاهدین در عراق یک پایگاهی داشته باشن، این چندین سال ایران نیروهای ایرانی حمله کردن به اونا 86 و 87 این کار کردن. این در بیجی غیر بین‌المللی مسلحانه، یعنی در حقیقت بیش از 6 سال دیگه که ادامه داشته قبل از اینی که این مسئله که سال 1988 اتفاق افتاده اتفاق افتاده. اون جاهدین خلق بیدن که آره توی عراق اینا برای خوشون یه پایگاهی تشکیل دادن ولی خودشون برای خودشون جداگونه بودن و هیچ همکاری نداشتن. حالا اگر که در هر خود دادگاه بخواد اینطوری این مسئله رو ببینه، پس اینها شدن قسمتی از این درگیری بین المللی مسلحانه بین المللی. خب اینطوری باشه، ولی در هر حال دادگاه باید ببینه که چه حقایقی وجود داره. این چیزهایی که مرفلین من در دادگاه خواهم ادهی از کسانی که وارد هستم این مسئله در مورد این فصل خمینی و این اعدام هایی که شده این رو میگن دقیقا در رابطه با این حاله فهم جادران بوده، در حالی که وقتی که خاطرات منتظر رو در حالی که معرفی کرد اون وقت میکه تفتر آیت داره قبلا در این رابطه صحبت داد بود که باید مجاهدین رو اصلا از بین برد و شاهده هستن که ما
توی این دو هفته باشون صحبت خواهیم کرد. اونا میگن که چجوری زندانه از زندان به زندان دیگه میفردنشون و به نوعی مختلف اونا رو شکنجه ببرن، بستگی باشه به این که قاضی کی بوده و قبل از اینی که خونگوی از پتر خودش رو بده اینها انجام می شده، یعنی داشتن آماده می کردن برایی که بخون که قتل عام بکنن. یعنی که ما این مسئله زیر سوال می‌بریم که آیا فرق جاودان بوده که باعث این قتل عام شده؟ پس این قتل رو در حقیقت از نظر از نظر عمومی این توضیحش بوده که چرا این قتل عام شده. این هم باید نظری بگیریم که وقتی که جنگ بین ایران و عراق تمام شد مجاهدین خلق هنوز اسلحه‌های خودشون دستگاه خودشون رو داشتن و این ادامه میداره در این جنگ‌های مسلح خودشون تا زمانی که امریکا عراق رو گرفتن. ایران همینطور با هواپیما و با مسیر حمله میکرد به این پایگاه مجاهدین. بعد از اینکه اصلا جنگ تموم شده بود وقتی که صلیب سرخ بین المللی خواستش که بعد از جنگ اطراف جنگی رو بخواهد پس بدن، چون اینا با مجاهدی مستقیم در مورد این زندانان ایرانی که مجاهدین به عنوان اصیل گرفته بودن اینا رو تحصیل بگیرن. این نشون دهنده این هستش که بعد از جنگ که اینا رو گفتن که اینا برای خودشون مجزا هستن از رژیم عراق. وقتی که سازمان ملل بعد از جنگ خلیج فارس فرستادن این کسی رو که بخوان به اصلاح اینا نکنند، اینها جداگونه با مجاهدین جداگونه صحبت کن چون میخواستن که برن پایگاه اینا رو در عراق ببینن، چون که در حقیقت ایران کنترل روی اون منطقه نداشته. نتیجه گیریم این هستش که این دستگیری غیر بین المللی مسلمه بین ایران و مجاهدین از سال 1881 تا 2003 ادامه داشته توی ایران و عراق. از پروفیسور ایلیک دوید خواستم که اظهار نظری بکنم و هر کامیتی به همین نتیجه گیریم رسید که ما هم رسیدیم در مورد این جنگی که مسئله های بوده. من حالا نمیخوام که حرفای که اون زده رو اینجا بگم چون خواستم که اون بیا تو دادگاه و خودش صحبت کنه. این مسئله که پروفسور دادی که از نظر حقوقی نتیجه گیری که کرده مسئله قتل عام 88 اون مثل جفری رابرتسون که اشاره می کنند که اشاره می کنند به یکی که می دهند که این قتل عام می تونه که این کشتن مردمی باشه و این که در حقیقت چجوری این قتل رو نوشتن، یعنی این هدف این بوده که مجاهدین رو اصلا به خود از بین ببرن به خاطر دید مذهبشون. مجاهدین هم میگن که اینا محاربن، یعنی افراد هستن که محاربه بالله هستن.
نویگر با افسر نویگر در مورد قانون صحبت میکنیم و اینکه اگر بگیم که صحبت برداره این هستش و مردم رو از بین ببرم بخوشم این نامی که ایران 14 آگوست 1956 یه اخوان رو امضا کرده بوده که در حقیقت ما قانونی داریم که بتونیم به اون استناد کنیم در مورد قطعام مردم. من یه مقدار کاغذ اینجا دادم وزی از اون را راستان نشون داده قبلا ولی بازش نشون داده. من در این رابطه من میخوام در مورد فتوا بگم توی آگوست 1988 این فتوا رو گرفتن و برای مدیر کل سازمان ملل نامه دادن و برای کمیسیون حقوق بشر که 89 باشون تماس گرفته شد و اینا گفتن که در مورد قتل عام گزارش‌های زیادی رسیده به دست اونا که به دست سازمان ملل رسیده. چطوری رو من اینجا تقدیم کردم یک مثال نمونه هست اینکه چجوری این رژیم مذهبی ایران در مورد مجاهدین چه دیدی داشته از سال 1980 چه دیدی داشته این مورد 1990 در مورد محارب صحبت میکنن و محمد یزدی که دقیقا نمیدونم یعنی بین وزیر دادگستری یا چی بوده نمیدونم که ایران و ایسی که الان شهر ایران هست در مورد این صحبت میکنه بعد از مسئله آشورا صحبت مجاهدی میکنه که میگه که این یه سازمان جنگجو هست که اینا مرتد هستن و همه کسانی که به این سازمان کمک میکنن حالا هر نوع کمک میخواد باشه چون که این یک سازمان بهی شده است و اینا محارب هستن و مجازات محارب در مورد اونا باید انجام شده بکنن اعدام هست. آیا فرمان سجی را که خود دادستان سرش را پخش کرده و من فقط اشاره میکنم که احمد خمینی چند سال قبلش چهار سال قبل از این که این قطعه ما انجام بشه گفته بوده که مجاهدین رو باید بلکل از بره بعد یک مطلب بریم مال 21 مای 1980 عبار قصد غزالی آیت الله هست که همون حرفا میزنه قاسم سرحدی زاده که قبلا مدیر کل زندان ها بوده که در مورد مجاهدی کرده بودنی که اونا مردم هستن که اینها رو ما همه رو به خاک خواهیم سپرد اسمارو من درست نمیگم میبخشیم
هر کسی که بخواد با اسلام بجنگه بعد از اینکه این رو بچه کردن بعد اینکه این رو نمیتونن قبول بکنن اگه تحقیقه بکنن بعد اینکه طبق قرآن این شخص باید اعدام بشه و وحشت ناترین نوعش و همسین تو اثر در زندان بشه تا اینکه همه اصلاح شکست بشه. این یک سختی هست که با سپتامبر 81 شده از آن وقت نشده در ستان نامه از احمد خمینی رو که به آیت الله خمینی نوشته که در اون نویسه که صحبت داری که با منتظری شده بود و آدم بچه بار بکنه در مدن که اینا اشکال میکنم به چیزایی که با ستان گفته ولی در هر حال صحبت در شده که همه باید اعدام بشن در خواهد یه چیزی که کاملا فرده هست این مثلا پر محمدی دفاع میکنه از این قتل عام چون اون خودش یکی از اعضای هیئت مرگ بوده و اینکه مال 2019 سالهای سال میگفتن که قتل عام نبوده و چقدر بوده هم نفیش میکردن ولی توی این گزارش هستش که هزارها نفر اعدام شده وقتی بدن صحبت در سر قتل عام میکنه اینه که آدم میخواد که ببینه که خب شامل چند نفر میشه اینا ولی این عدد من هدف این کاملا مشخص شده این چیزایی که هم من اینجا همین داستان اینجا ارائه دادم که هدفش مشخص بوده که در حقیقت از نظر قانونی بخون بگن که قتل عامه چیزهای دیگه ما سکن باید از نظر بگرد ولی نظر ما این هستش که اول از همه این سر باید تأکید بکنه که در گوهردشت فقط یه عده کمی از این قتل انجام شده تو گوهردشت شاید بکنه شاید بیشتر ولی بقیه زندان ها از چیه؟ مجاهدین حق یک لیستی دادن که حدود 5000 نفر در دقیقا در طول اون هفته ها 5000 نفر اونها کشته شدن و یه سری شکره دیگه هست یک کتاب دن که از اون کلوف داره که میگن حتی اقل 30,000 از مجاهدی اعدام شدن مدام شده باشه حالا اگه آلم این را رو آدم تقسیم بکنن که شخص بوده که 6,000 نفر بودن و خدا میبینه ای که این چقدر آدم باشه شدن این میشه قتل عام و یا قتل عامی هستش که در هر حال توی این چیز که دادستان صحبت داد این لغت داره قتل عام رو آدم باید استفاده بکنه که این چیزی که ما باشتن کار داریم قتل عامی این هم چیزی رو که من میخواستم بگم این دادگاه برای قتل عام مردم بشر نیستش ما آگاه هستیم اینو فقط تو صحبت شو کردی و این نیست که این دادگاه اونو مد نظر داشته باشه بخواد از روی اون قضاوت کنه در طول این روزهای دادگاه میایم توضیح بیشتری بدیم و تنظیم میکنیم شاید نکته اتهام عوض شه عنوانش چیز غیر عادی نیستش بخاطر اینکه الان اون شرط تحققی که باید باشه نیست ولی نمیدونیم شاید عنوان جرم عوض شه بله متوجه هستم ولی میخوام تو آگاه باشی که فعلا در مورد دادگاه در مورد اون نیست نکته اتهام
قتل عام و بشر نیست. خب الان دیگه نوبت وکلای مدافع که جواب این نکته تاهم رو بدن. اون مدارکی که دیروز به من تحویل دادین، اعتراض که ضد ماده 26 مجموعه قوانین جزایی، سوال اینه که چه ماده های استفاده بشه. این فقط واسه تحویل دادیم برای بحثی که وجود داره که از چه ماده یا چه قانونی استفاده بکنن. بنابراین ما گرفتیم، به دستمون رسیده، آگاه هستیم. حالا دیگه نوبت شما مثل دادستان ها صحبت بکنین و مدارک خودتون رو ارائه بدین. پس بفرمایید با کلای مدافع شروع کنین به صحبت خودتون. صحبت کنیم، ما دستگاهمون رو کامپیوترمون رو نصر بکنیم. یه ذره مکس زمانی وجود داره وقتی بحث میکنن، ولی انجام خواهد شد. اظهارات وکلای مدافع دشخیم حمید نوری. این کیفرخواست خاصیه تو قسمت های مختلفی. همطور که دادستان توضیحش رو داده تو توضیح مقام خودش، قبل از تشکیل دادگاه تو مطبوعات سوالایی شده در مورد اعدام های ادعا شده که الان موکل ما اینجا نشسته کیفر خواهیم میشه بابت اونها. هرگز قبلا تو هیچ مقام قضایی یا بررسی نشده، مطرح نشد. هدف اینم هستش که لحاظ سیاسی هم خیلی مورد توجه همه قرار گرفته، مطبوعات و همه چیز، و شروع دادگاه باعث اعتراض ها شد بیرون دادگاه ضد رژیم ایران. انواع اقسام پرچم رو نمیدونم، شعارهایی نوشته شده بود ضد رژیم، همه اینا که باعث شده که کیفر خواهی بشه و این ارتکاب جرمی که دادگاه قراره بررسی بکنه باعث شده که وکلای مدافع از دادگاه بخواد که خیلی با احتیاط این ادله اثبات رو بررسی کنه. این کیفر خواست بسیار خاصه به خاطر اینکه در مورد ادعا میشه اتفاقاتی که تابستان 1988 افتاده، یعنی تقریبا 33 سال پیش. خود این زمان که بسیار زمان طولانیه که گذشته از این جریان، خودش مشکل ایجاد میکنه، از جمله که با خودم ارزش یابی کنه که آیا این حرف ها طبق قانون باور کردنی هست. این اشخاصی که میان میگن مدت خیلی زمان طولانی گذاشته، آیا حرفاشون قابل اطمینانه میشه باور کرد؟ ما میگیم ادعاهایی که میکنن که اتفاق افتاده در ایرانه، 500 مایل از سوئد دوره، و اتفاقات در یک مرکز تاریخی و فرهنگی که اتفاق افتاده که بسیار برای سوئد غریبه است، این آشنایی نداریم باشون، و این باعث میشه که باز خودش مشکلات خاصی به وجود بیاره و ما بعدا اشاره میکنیم به این مشکلات خاص. وضعیت دیگه ای که یه ذره خاصه که میخوام دادگاه مد نظرش باشه اینه که در طول مدت این 30 سال که گذشته نوشته زیاد نوشته شده، کتاب های زیادی نوشته شده در مورد این اتفاق ها. خیلی از این اشخاصی که بازجویی ازشون شده خودشون کتاب نوشتن. چیز دیگه ای که ما میخواییم نام ببریم عنوان کنیم و خیلی بهش اشاره میکنیم که خیلی در فضای مجازی خیلی نوشته شده، منظور من حتی در مورد خود کشور هم در مورد این ادعاهایی که میشه این جرما رخ داده، ادعا نمو فراموش نکنیم در مورد
این پخش این اطلاعات باعث شده که خیلی خیلی بیشتر شد، شدیدتر شد وقتی که موکل ما نوامبر 2019 خیلی از این شاکی ها بسیار فعالن در فضای مجازی. اونجور که وکلای مدافع متوجه شدن خیلی بحث زیادی بوده در مورد این و حتی در مورد شرکت دخالت حمید نوری هم بحث. راجب این همه یه قسمت خاصی داریم، بخش خاصی داریم که میایم توضیح بدیم. الان داریم عنوانش میکنیم ولی بعدا توضیح کامل بیشتری میدیم تو در طور صحبت ها به اون بخش رسیدیم. به خاطر اینکه اظهاراتی که تو این کیس گفته شده از طرف اشخاصی هستن که یا متعلق بوده هستند یا هستن متعلق به ضد رژیم هستن، انتقاد از رژیم میکنن و ناراضی هستن از اینکه رژیم عوض شده، و اون موقع باید زیر علامت سوال برازم که آیا حرفای اینها باور کردنی هست یا نه. موضع حمید نوری در مورد این ادعاهایی که رخ داده میشه، مخصوصا در مورد قسمتی که میگن خودش شرکت داشته، مشارکت داشته، حمید میگه اینا از خودشون درآوردن و کاملا ساختگیه، و چون که اینا از منتقدان رژیم هستن این هم اینا را خودشون درست کردن. ما میخواییم که همین تو این قسمت شروع نظر خودمون را هم بگیم که اکثر شاکی ها و شاهد ها که قرار بیاد هم دیگر میشناسن یا خوب میشناسن یا میشناسن از خیلی وقت پیش ها. این اشخاصی که ازشون بازجوری شده که تو آلبانی هستن، اونا مثلا زندگی میکنن تو کمپ هن، تو یک کمپ هن. طبق اردوگاه میشه گفته این کرده گفته ما اینا خب خوندن کتاب هایی که نوشته شده در طول این سال ها، گزارش هایی که تنظیم شده، مستند هایی که درست شده، پخش شده، چاپ شده، همه اینا اینا رو خوندن. حالا میرم بخش بعدی. حقیقتی که این اتفاق ها که ادعا میشه که افتاده رخ داده 33 سال پیش بوده در کشور ایران بوده و این خودش باعث ایجاد مشکلات میشه. به نظر من داستان 28 اکتبر سال 2020 درخواستی که استعلام فرستاد به ایران در مورد قانون اونجا و خواستن که بازجویی بشه از جمله کسایی که نام برداشته بود از طرف شاهدها و از طرف شاکیها، مثلا از جمله اشخاصی که جزء ادمینستریشن قسمت اداری زندان بودن در مورد این اعدامایی که ادعا میشه. اتفاقا از جمله میخواسته از محمد، شخصی به اسم محمد مقیسه بازجویی بشه، این اسم مستعارش ناصریان و تغییر عادلی، اسم مستعارش داوود لشکری که توی ادعا میشه تو کتاب ها که نقش مهم اینام ایفا کردن هر دوشون در مورد اعدام های ادعا شده. تو این قسمت میخوام یه چیز رو واضح و روشن بگم که مشخص شه. موکل ما میخواد اسم ببره و بگه که زندان گوهردشت اسمش گوهردشت نیست، بلکه اسمش رجایی شهره اگر درست تلفظ کرده باشم. ولی ما حالا خودمون رو وقف میدیم چون اسمی که دادستان مرتب استفاده کرده همش گفته گوهردشت، ما هم همون استفاده میکنیم. قبول کرده حمید نوری گفته اشکال نداره مالا بگیم، ولی میخواد که شما نام درستش هم بدونی. اوکتان میخواد که از اشخاص دیگه هم
بازجویی کنه که میگن اعضای هیئت مرگ بوده، از جمله حسین عالی نایری و مرتضی اشراقی. داستان درخواست کرده که اگر اطلاعات کتبی در مورد استخدام حمید نوری وجود داره، محل کارش هرچه هست، استعلام کرده بوده از ایران که بهشون بده. و ایران جواب داده هم به ما، اونجا که ما میدونیم از اصطر جواب نداده به درخواست داستان و تقصیل داستان ها نیست، نمیشه اینا رو مبخصر اعلام کرد که اونو جواب ندادن. ولی چیزی که ما میخواییم بگیم تو این قسمت که بیشتر قابل توجهی که گفته شه اینه که چه چیزی درخواست نشده بوده از دادستان، نه اونی که شده، اونی که نشده. دادستان مثلا به طور مثال اونی که ما فهمیدیم درخواست نکرده که ما بیاییم ایران ببینیم اون زندانی که صحبتش میشه، حالا گوهردش، چندان دوروورش، اون محل های قبر های دست جمعی که میگن ادعا میشه، تخواست نکرده، نخواسته اطلاع، نخواسته در از اونا که زندان به چه شکلی ساختمانش، آیا این کلیه راه روی مرگ وجود داره چه شکلیه، حسین یک اونجایی که ادعا میکنن که ادعا ها رخ میداده، یا اون یکی ساختمونی که بیرون از ساختمون مرکزی زندان بوده که اون روزهای اول یا روز اول ادعا ها اونجا در مورد شاکی ها آدم میتونه سوالایی بپرسه و کنترل کنه ببینه اظهاراتشون درسته هست یا نه. مثلا آیا اینا محکوم شدن واسه جرمی که خودشون اتهام میکنن؟ آیا شاکی ها اصلا زندان بودن تو این زمانی که میگن زندانی بودن مدت ارتکاب جرمی که اینا میگن؟ آیا وجود داره مداره که کتبی به حالت به شکلهای حکم یا جا به جا کنن؟ اگر بودن کی آزاد شدن؟ از کدام زندان آزاد شدن؟ آیا برگه آزادی وجود داره؟ در مورد شاهدها مثالهای زیاده داریم که آدم میتونست بپرسه که نپرسیده نشده؟ آیا اقوام اونا واقعا زندان بودن؟ تو این مدت زمانی که دادستان ادعا میکنه اقوام در زندان بودن؟ آیا اونها اعدام شدن؟ اگر اعدام شدن کجا؟ چجوری؟ چه؟ و به خاطر چی؟ این همراه با اینه که این ادعاهایی که میگن بیشتر از 30 سال پیش بوده به نظر ما باعث ایجاد مشکلات میشه در بررسی این کیس. اینه که اظهارات درست و وجود داره ما نمیدونیم، دستشون نداریم، این کار سخت میکنه، نمیدونیم آیا اتفاق افتاده یا نیفتاده. همه اینا از زمانی که حمید نوری از اون مدت تا حالا که طولانی مورد سلب آزادی قرار گرفته و محدودیت هم داشته و نمیتونسته با کسی تماس بگیره باعث شده که نتونسته داره که اسنادی جمع آوری کنه که برخلاف حرفای دادستان باشه. دادستان به هر حال انتخاب کرده که فرقات معدماتی شروع کنه و الان که به اینجا رسیدیم که کیفرخواست تحویل داده دیگه، با وجود همه این مشکلاتی که ما گفتیم که وجود داره، پیامد اون چی شده؟ همه اینه که ما الان اینجا نشستیم و باید برسیم به آخر سر ببینیم در خاتمه چی خواهند گفت، به کجا خواهند رسید. خلاصه همه اینا که بخوام بگم اینه که یعنی همه اینا بخواد به اینجا برسه که جوانه به این کار این شده که ما اطلاعاتی نتونستیم از ایران بگیریم، ما نمیتونیم هیچ چیز رو قبول بکنیم. از سالان 6 و سالان 2 هم جواب اوکی دادم. اصلا دیگه میشه شروع کرد. کنت لیوز چیزی مخواستی صحبت کنه؟ آره، میخوام بگم که با آلبانیان تماس گرفتم وقتی نهاری که داشتیم، میگن ترجمه امروز خوب انجام نشد وقتی من صحبت میکردم، مترجمه ها بگن به ما اگر که سریع انجام میشه.
چون خیلی خیلی مهمه که همه متوجه بشن که چی گفته میشه. یه سالون 6 یه تخلف بی‌انضباطی شده. بی‌انضباطی در نظر و وظیفه رئیس دادگاه هست که ابلاغ کنه، میتونه صادر بکنه در سالن 6 و سالن 2، اونجا نگهبان هستش، نگهبانات انضباطی، و باید آدم انضباط و مقررات رو رعایت بکنه. اگه غیر از اون رفتار کنه آدم تذکر داده میشه. ممنوعه که کسی صحبت بکنه اصلا تو هیچ کدوم از اون، نه این سالن نه اون سالن های دیگه، هیچ که جزی نداره صحبت بکنه یا رفتارش جوری باشه که برخلاف قوانین دادگاه باشه. مسلماً ممنوع عکس گرفتن تو سالن دادگاه. برای کسایی که تو سالن 2 نشستید از سالن 6 که از طرف مطبوعات نیستین، ممنوعه که موبایلاتون رو روشن بذارین، یا لپتاپ یا کامپیوتر یا کلن هر نوع دستگاه الکترونیکی، هیچی نباید روشن باشه. اصلا باید بذارین کنار، یعنی به خودتون داخل نبرین اگر از این دستگاه های الکترونیکی دارین، اگر هم داخل رو بذارین یه گوشه از خودتون دور باشه. اگر رعایت نکنین تو این سالن های نه اینجا یا اون سالن ها، و نگهبان ها میتونن شما رو بیرون بکنن از سالن، این حق رو دارن. الان من معمولیت رو بهشون دادم، واگذار کردم. اینجوری قوانین انضباطی اینجا. خب حالا نگفتم و بفرمایید داشته کلام بدم دست وکلای مدافع ادامه صحبتاتون. دشخیم تحصیلات حقوقی نداشته و بنابراین نمیتوانسته دادیار یا معاون دادیار باشد، فقط در اوین نگهبان بوده. حمید نوری، نهم اردیبهشت 1340 به دنیا آمده، تاریخ تولد، یعنی به میلادی میشه 61 4 29، در تهران ایران بزرگ شده. حمید نوری فقط دیپلم داره، باید مقایسه بکنیم تحصیلات دبیرستان داره، دانشگاه تحصیل نکرده یا مدرسه عالی، و هیچ اطلاعات تحصیلات در حقوق نداره. این مهمه برای چه عنوان میکنیم، چون بعضی از این شاکه ها تو بازجوی هاشون گفتن که حمید عباسی دادیار بوده. دادیار یک نوع دادستانه که فعال بودن در زندان. من از دادستان توضیحات شو داده. حالا در مورد اطلاعات حقوقی و تحصیلات حقوقی تو دانشگاه یا مدرسه عالی، 4-5 سال طول میکشید که آدم دادیار بشه، دانشگاه درس بخونه حقوق بخونه. حمید نوری نداره تحصیلات آنچنانی، برای هم نمیتونست اصلا دادیار باشه تو هیچ زندانی. دستیار دادیار هم یا معاون دادیار هم استفاده شده. اینها هم از طرف ما ادامه کنیم که همچین سمتی به عنوان معاونت یا حالا دستیار اصلا وجود نداشته. حالا خود حمید نوری این رو بیشتر توضیح خواهد داد. 15 خرداد که میشه 1980-06-05،
خدمت سربازیشو که دو سال کشیدن بعد از خدمت سربازی حمید نوری بیکار بود چند ماهی قبل از این که تو ماه اسفند 1361 که میشه فوریه 1983 کار پیدا کرد به عنوان نگهبان در زندان اوین و کار معمولی نگهبان معمولی این پاسدار زندان کلمه درستش که اونجا به کار میبرن پاسدار زندان این یعنی خرداد 1363 بود ما دفاع وکلای مدافع میخواییم بگیم که این ماها یکم تقریبی هنها و اینا از روی صحبت های و برداشت های حمید بذارن اینجا هم یکم همچنین مطمئن نیستیم بعد از این همه سال گذشته حالا دقیقا ما شدیم اینه عنوان کردم و یه چیز دیگه هم باید بگم که یکم واضح‌تر و روشن‌تر کنه مسئله رو و اون کلمه مفهوم کلمه پاسدار زندانه یه نگهبان که خدمت میکنه توی زندان به فارسی بهش میگن پاسدار زندان و چاکی ها وقتی که تو بازجوی یاشون ها گفتن پاسدار ولی پاسدار میتونه پاسدار از من که پاسدار انقلابی هم بهشون میگن تو انقلاب برای همینم حالا مترجمایی که ترجمه کردن اون پاسدارای انقلاب رو ننوشتن نگهبان پاسدار زندان به عنوان پاسدار انقلابی ترجمه شد این نظر ما البته حالا خود حمید نوری بعدا صحبت میکنه اگر چیزی اشتباه باشه یا دابنه میکنه که چیه در خونداد 63 یعنی 94 کارمند شد تو قسمت بخش مالی یا دارایی تو اوین تا 1364 که رستش تو دفتر دادستانی اوین اون موقع 1370 میشه تا اون موقع بود که میشه 91 میلادی حمید نوری بعد استعفا داده از کار بود زندان اوین 1370 که میشه 91 ماه ولی کار میکرده هنوز تو اوین تا دو سال دیگه ولی اون موقع فقط یکی دو روز در هفته کار میکرد بعد از اون دیگه توی کسب و کار رونق خصوصی کار میکرده مال خودش بوده و کار ساختمانی بوده اون هم میخواد اضافه کنه تو این قسمت حالا بعد آخرش تو بازجویش میگه نه چیزایی رو تو فعلا میخواستیم بگیم عنوان کنیم تا بازجوی خودش کامل تکمیلش کنیم دشخیم میگوید که در زمان قتل عام چون دخترش به دنیا آمده بود در تعطیلات و مرخصی بوده است. حالا میریم سر خانواده فامیل حمید نوری. این خیلی نقش داره، نقش مهمی هم داره توی این کیس. برای همین هم توضیح میدیم، البته کامل باید جزئیات نمیشه، من سطحی عنوان میکنیم. حمید نوری خانمی داره به اسم اکرم، 1363 با هم ازدواج کردن، میشه 84 میلادی، 1364 یعنی 85 میلادی پسرشون به دنیا آمد، محمد مجید نوری. حمید نوری اون موقع از استخدامش تحصیل بودش وقتی که پسرش به دنیا آمده و اینم معمولی رایج اون زمان این کار آدم می کنید. هفته مرداد 67 1988 29 جولای ژوئیه
دخترشون دنیا آمد آتیه نوری حمید نوریه وقتی دخترش هم به دنیا آمده باز هم تحصیلات گرفته بوده مرخصی گرفته بوده از سر کارش هم قبل از زایمان هم بعد از زایمان پسرشون 3 ساله بود اون موقع اما دختر آتیه یه روز قبل از همه این اعدام هایی که اعدام میشه در گوهندش رخ داده به دنیا آمده دفعا مسئله مدافعه شناسنامه اینجا الان معرفی شناسنامه همین نوری رو هم میگن این مدک شناسایی بهش میگن شناسنامه شناسنامه اینجور مدک شناساییه که در ایران استفاده میشه شناسای هویت و این 1925 شروع شد صادر کردنش و دیگه برای تمام تابعین ایرانی هر جایی زندگی کنن صادر میشه مثل کتابچه میمونه توش نوشته شده یه شماره شناسایی هر کی داره که فقط مختص به اون شخصه و مثل مقایسه بکنی مثل پاسپورت نمبر سوئدی میمونه شماره شناسایی سوئدی اینجا نوشتن که 29 جولای 1300 در تهران به دنیا آمده این رسول فاده چهل آتیا حالا مدت خیلی یادی از اون گذشته و به این دلیل که ایران هم که جواب سوالای ما رو نداد استعلام کردیم مدارکی در اختیار ما نداد نتونستیم هیچ مدرک دیگه‌ای در مورد این مرخصی های حمید نوری که تحصیل بود از سر کار بگیریم نوبت کت اوم حمید نوری حالا این شبه مفید در مورد موزه حمید نوری البته روز اول ما گفتیم به عنوان جوابیه که همون خوندیم ولی الان دیگه وقت شد که همین از این موقع هم استفاده کنیم و صحبتی بکنیم و در مورد موزه حمید نوری در مورد ادعاهای دادستان در گوهندش اینه حمید نوری دادیار نبوده دستگاره هیچ کسی نبوده در گوهندش و اصلا هیچ مشابه این هم سمتی نداشته فقط استخدام بوده در ایلین توی سالهایی که ما خودمون براتون توضیح دادیم از چه سالی تا چه سال حمید نوری در اینین دادیار معاون دادستان یا مشابه این سمت مشابهی نبوده نداشته بلکه کارهای اداری و دفتری اونجا رو انجام میداد حمید نوری چند دفعه در از 10 سال رفت گوهردش و یا زندان های دیگه مثل قزل مصاد قزل حصار حسین صبح اینا تو قصر آها قصر یا بزنان های دیگه از جمله قزل حصار و قصر هم رفته اونم نرفته تو خود بند ها بلکه رفته تو دفتر اداریشون بخش اداریشون چیزی که اصلا مهمتره اینه که حمید نوری تو هیچ زندانی فعال نبوده نه اوین نه جای دیگه در اون تاریخ هایی که میگن جرم رخ داده چون اون موقع که تحصیل بوده بخاطر اینکه دخترش به دنیا میاد حمید نوری یعنی تو هیچ زندانی در کل تو این پریودی که ذکر شده نبوده بلکه با خانومش با دختر تازه به دنیا آمده و پسر 3 سالش موزش در مورد ادعای دادستان که اعدام کرده اینه اعدام های ادعا شده دشقیم اصلاً در زمان قتل عام در گوهردش نبوده است. تو
امیدواری اصلا بیت عنوان در اون زمانی که گفته میشه این پیروت گوهندش بنابراین هیچ نمیتونه اصلا قبول کنه که این اعدام های دست جمعی رخ داده. برداشت حمید نوری اینه که در کل ادعای دادستان بر مبنای حرفای شاکیان و شاهدان که اینا همشون کلن گروه های متعلق به گروه های هستن که تو ایران ممنوع هن و انتقاد از رژیم میکنن و زده میشین و مخصوصا حالا کسی بگیره بودن که کسی که قبلا استخدام زندان بوده رو ادعا بکنن که این جمعه های مرتکب شده. ما میخواییم به هر حال واضح و آشکار بگیم که 1988 ایران داشته فلوت باستان رد دم حاده نه این تابده ما میخواییم مشخص و واضح بگیم که آها این زیر علامت سوال نمیبریم که ایران سال 1988 داشته مجازات اعدام و مرگ به عنوان یک قسمتی از سیستم قضایی اونجا به عنوان مجازات و بله اتفاقا می افتاد که اعدام می کردن وقتی کسایی که محکوم به مرگ می شدن. در مورد جنگ بین عراق و ایران زیر علامت سوال برده نمیشه، کسی نمیگه که نبوده، بله بوده. جنگ بین ایران و عراق مسلمانه وجود داشته و تابستون 88 در تاریخ 20 جولای 88 دقیقا کشورها به طور رسمی قطعنامه اصطناق قبول کردن و 598 شماره این قطعنامه است که آتش بس اعلام شد. آدم اینجا میتونه بنویسه که البته قبل از 20 جولای هر دو تا کشور خودشون قبول کرده بودن که بله قبول خواهیم کرد و قطعنامه که آتش بس اعلام بکنه. ما اینم قبول داریم که تایید میکنیم که 26 جولای 88 حمله شد به ایران از طرف مجاهدین. یعنی این بعد از این بود که ایران و عراق قطعنامه آتش بس رو قبول کرده بودن. همچنان که دادستان توضیح داد مجاهدین اسم اینو گذاشتن نور ابدی یا طلوع ابدی و ایران هم یه دونه واسه خودش حمله دیگه گذاشت، اسمش گذاشت مرسال. و این هم بلا فاصله بوده بعد از اون حمله اولی بوده ایران هم حمله کرده خودش. ما این هم قبول داریم که و درسته که از خاک عراق این حمله انجام میشد. در مورد دخالت عراق وکیل وکلای مدافع فعلا چیزی نمیتونن بگن. یکم همطوری که وکیل لویس گفته خیلی حرفای ضد و نقیض وجود داره تو این قسمت ها و ما میگیم چه به هر حال چه دخالت عراق وجود داشته باشه یا نه تو این حمله ها، این حمله ها متعلق به جنگ درگیری بین ایران و عراق نبوده، قسمتی از اون نبوده. موضوع ما اینه که این حمله ها یک قسمتی از جنگ بین مجاهدین و ایران بوده که رخ میداده، خود اون دو تا با هم، یعنی منظور جدا از جنگ ایران و عراق. حالا دادگاهی که حیات دادگاه باید بررسی کنه اینه که آیا حمله مجاهدی یا حمله ها که دادستان ادعا میکنه از این مرزی که گفته شده واسه حساب شدن درگیری مسلح از اون مرز رد میشه یا نه، یعنی شامل درگیری مسلحانه بین المللی میشه یا نمیشه.
اعتراف به مستقل بودن مجاهدین از عراق. سوالات در مورد اینکه مستقل بودن، در تا چه درجه مجاهدان مستقل بودن، سازمانبندیشون چجوری بوده، اینا مهمه، تأثیراتی داره روی این مسئله. و ما میگیم که مجاهدین انقدر مستقل بودن خودشون نسبت به عراق که بتونن که درگیری‌های بین مجاهدین و ایران نباید حساب بشه جز به قسمتی از درگیری ایران و عراق. خودشون مستقل بودن وقتی حمله کردن، وقتی به جنگ ایران و عراق نداشتن. سازمان یا گروه مجاهدین دهه 60 درست شده، یعنی خیلی قبل از انقلاب، دهه 70 که انقلاب پیش اومد و شاه سرنگون شد. و همچنین خیلی قبل از این بوده که عراق تصمیم بگیره که حمله کنه به ایران و ایران رو اشغال کنه. یعنی تولد مجاهدین و فعالیت هاشون و بنیادشون پس میشه از قبل از این که رژیم فعلی که تو ایران بوده اومده. موضوع ما اینه که از خشونت به اندازه کافی خشم بودن و خشونت استفاده کردم که این مثل یک واکنش نبود در مورد حرفای آیت الله، بلکه اینا از قبل بوده و مجاهدین متحد شدن، با خود خمینی هم متحد شده بودن وقتی که شاه رو میخواستن که برکنار کنن و حمله های خیلی مختلفی هم کردن نسبت به شاه. اینجوری هم باید بگیم، یعنی مد نظرتون باشه که مجاهدین با توجه به این حمله هایی که اونا برنامه‌اش ترتیب میدادن و بقیه دنیا اینا رو به چشم یک تروریست، گروه تروریستی نگاه میکردن و میدیدن. مجاهدین 97 تو لیست آمریکایی‌ها بود، تو لیست تروریست‌های آمریکایی. و 2002 اروپای مشترک هم همون علامت رو باستشون قبول کرد و گذاشت تو همون لیست. مجاهدین از اون موقع به بعد از این لیست البته برداشته شده اسماشون، اعمال آمریکا هم مال اروپای مشترک، ولی فقط ایران نه بلکه عراق هم الان در حال حاضر دوتایشون این گروه ها رو میگن گروه تروریست. اینم اضافه کنیم که FN سازمان ملل 2008 توضیح داده این گروه ها رو که با گروه های تروریستی فعالیت میکنن و همچنین واسه کمیته FN واسه شکنجه دادن دیگران اینا اسمشون ثبت شده. برداشت مجاهدین خودشون هم قبول دارن که مستقل، به طور مستقل حمله کردن تو عراق بودن. این اگه نگاه کنیم تو پروتکل اصلی دو نوشته شده که مجاهدین در طول مدتی که تو عراق بودن مستقل و به طور مستقل و کاری به رژیم عراق نداشتن، کاری به ارتش عراق نداشتن و به خودشون می پرداختن تمام مخارجی رو که داشتن. تنها کاری که لازم داشتن، یعنی چیزی که ضروری بوده احتیاج داشتن، که تو خاک عراق باشن، استفاده از خاک عراق. هم تو که دادستان توضیح داد وقتی که تحت نظام خودشون میکرد بلوم فیل جونیر و این فروغ جاودان و وقتی به امرای مسلحانه عراق نداشت.
و یه پروفسوری هست به نام دیویس، اونم نظرش همینه. نظریه اون از طرف وکیل لویس تحویل داده، 1785. و البته ما تو همه قسمت ها نظر لویس رو قبول نداریم، ولی برحال اینه که نظر این بوده که درگیری بین ایران و ایران بخشی از درگیری بین المللی ایران و عراق نبوده، بلکه درگیری مستقل بین مجاهدین و ایران بوده. دیگه بیشتر از این نمیخوام همه پاورپوینت رو بخونم، بلکه استناد میکنم و اشاره میکنم به اظهار نظر نظریه دیویس و به جاش برم در مورد جوانب حقوقی که طبق ما وکیلای مدافع و در نظر گرفته، یعنی اگر در نظر بگیریم که این تو در قسمتی از درگیری بین المللی نه کنرم پس بیتری که این رو من بهش میگم که جنگ داخلی بوده. انکار فتوا و خط خمینی. در خاتمه در این مورد میخوام راجع به فتوا صحبت کنم که داستان بهش اشاره کرده. داستان میگه وقتی که توضیح میداد این جمع رو که این عملیات فروغ جاویدان باعث شده که سال 1988 آیت الله خامنه ای فتوا یا حکم رو صادر میکنه که همه زندانی ها که در زندان های ایران هستن و از تبادان مجاهدین هستن اینها رو باید اعدام کرد. توی این بازجوهایی که پلیس کرده یه نامه هست، میشه اسمش گذاشت نامه که مدعی میشن که این یک کپی از این فتوا و این که ما نگاه میکنیم میدینیم که اصلا این تاریخ نداره، به نظرم نمیاد که اصلا روش مهره هیچ اداره جایی باشه یا مهره دیگه که بخواد نشون بده که این مدرک، این مدرک اصل درسته. این مدرک یا این نامه، حالا هرچی اسمشو بذاریم، این از خاطرات منتظری گرفته شده که این سال 2000 یعنی 2000 این کتاب اومده، یعنی 12 سال بعد از اینکه ادعا میکنه که اتفاق افتاده. یه اختلاف بین رژیم و منتظری بوده و این مدرک رو ما زیر سوال میبریم که آیا واقعی هست یا نه این فتوا رو. بعضی قسمت هایی از این بازوری پولیس هستش که این آیت الله خمینی و منتظری این حال سال 89 اصلا به کل قطع رابطه کردن. این اطلاعاتی که دادستان در این مورد داده این تو که ما نظرمون هست بر مبنای این هستش که فقط از این خاطرات منتظری اینا رو استطلاع کردن و آوردن با در نظر گرفتن این اختلافی که بین آیت الله خمینی و منتظری بوده. بنابراین اطلاعاتی که از یادداشت های منتظری میاد اینا رو آدم یه مقدار با تردید پیش نگاه کنه در رابطه با این اعدامی که شده.
و برای شما این هستش که به طور خلاصه منتظری آدمی نیستش که بخواد به صلاح به طرف باشه در رابطه با اطلاعاتی که داده. در این مورد میخوام خیلی واضح و روشن بگم که مبکره ما میگه که این اعدام‌ها به این صورت که دادستان میگن انجام نشده و این که از قبل این برنامه ریزی شده باشه این رو هم که میخوام بگم که به خاطر همین اختلافات بوده. این مسئله از این نظر مهم هستش که در رابطه با چه رفتی اینا به هم دارن دادستان میگه که رابطه بین فروغ جاویدان و این اعدام هایی که مدعی میشن اتفاق افتاده توی زندان و این رفت در حقیقت خیلی ضعیف تر هست. Och det här uttalandet ska alltså påstås en månad innan operationen är live. Jag avlas för att jag vill ha en massa det här. Vilket har det här uttalandet för att det här är rätt där rådigt. Jag vill begynna. Det här uttalandet ska jag göra. Ursäkta. Vänta, jag är inte klar. Det här är rätt en massa det här. Jag vill insatsa där rådigt. با فروغ جاویدان بوده این مسئله درست نیست. نمیخوام پیشا پیش به ایرج حمله کنم ولی پلیس اون روز 14 نوامبر ازش بازجویی کرده و میگه به ایرج بس کن نشون نده از موکل ما عکسی نذار. یعنی پلیس اونجا دیگه متوجه شده بوده که این میتونه تاثیر بذاره روی تحقیقات و اون موقع هنوز نفهمیده بود خود ایرج که پلیس هم آگاه نشده بود که چقدر پخش شده عکسای موکل ما ولی ایرج به هر حال به این توصیه یا تذکر پلیس هیچ اهمیتی نداده و با همون فکتی که داشته یعنی سرعتی که داشته پخش کرده همه داره. این اطلاعات همینطور پخش میشه. من فقط یک چند نمونه رو اینجا نشون دادم که از دو فیسبوک ایرج مصداقی مال فوریه 2020 داریم. یکی مال 4 فوریه بود یکی مال 6 فوریه هست که این رو یه لینکی به یوتیوب هست در مورد اطلاعات که به نظر میاد که دارن در مورد این مسئله صحبت میکنن و این برای ما جد مشخص نیست که در حقیقت این 4 دقیقه طولانی هست. با 8 مارس 2020 یک چیزی که باید ایرج نوشته این که ما بردش میکنیم میخواد که این اطلاعات که برای پلیس میاد و این میخواد کانال رو بکنه به شکل روی یک ویت فوتورت. این مال فیسبوک ایرج از 8 مارس که برای شما این هستش که ایرج میخواد که چه اطلاعاتی باید دست پلیس اینجا برسه چون که از افراد میخواد که با اون تماس بگیرن نه اینکه بگه که با پلیس سوئد تماس بگیرن. و 27 جولای ایرج میساوی یه لینک مال این فیلم رو میذاره به اکسوشونر که چند وقتش دیدیم نیما تابستانی این رو این فیلم رو گرفت. نمیتونم بگم که کی این توی یوتیوب گذاشته شده ولی میتونم بگم که ایرج این لینکش رو پخش میکنه مال 27 جولای 27 جولای یعنی همون روز که پرونده به دادگاه ارجاع میشه. اون وقت این رو ما میگیم که هرش براش بساده.
این چیزی که نیمارستانی فرستاده بود 17 دسامبر فرستاده بود 2019 از جمعه چیزایی که میگه که چیز سوالایی رو پلیس سوئد ازش پرسیده و چه جوابایی داده و هدف از این سوالا چی بوده بعد میگه که پلیس نقطه عکس بهش نشون داده و اونم تونسته که نوری رو شناسایی کنم اون دفاعیش مال ایراج مصداقی فرقه ایراج مصداقی هستش که این اواخر سعیری کرده که بقیه شاکی ها رو اعتبارشون بکنه در صحبت این هستش که به عنوان فرشتت و ساعت ها این افرادی که تو این برنامه هستن و کسانی که میخوان که شاکی باشن تو این برنامه اینها رو سعی میکنه بی اعتبارشون بکنه و اینکه باید همه اینها از طریق اون وش بقیه وکیلایی که باش همکاری میکنن اینها به دست مثلا پلیس برسه